آیا فکر میکنید مشکلات و فشارهایی که از داخل به حکومت هست آیا منجر به این بشه که در سیاست خارجیشون عقب نشینی کنن؟ شک دارم. قبل از هر چیزی رئیس جمهور ایران واقعا مسئول امور نیست یا دخالت ایران در منطقه. تمام اینها این مد توجه حکومت ایرانه. در اوج تحریم ها هم بوده، موقعی که ایران هم به طور مستقیم از طریق حزب الله و گروه نیابتیش حمایت کرد از رژیم اسد، از همون آغاز جنگ داخلی سوریه. اون زمان دشواری های اقتصادی بزرگ بود روی ایران، ولی با این حال اولویت خودش رو کرد حمایت از سوریه. بنابراین شک دارم که این شرایط اقتصادی در ایران بتونه دیکته بکنه یک مسیر تازه‌ای رو برای سیاست حکومت ایران. آقای اوتالنگی، بسیار گفته شد و صحبت شد در ارتباط با دیدار احتمالی پرزیدنت ترامپ با حسن روحانی، که آقای پرزیدنت ترامپ در توییت نوشتن که برنامه برای دیدار با رئیس جمهور ایران ندارن. نظر شما درباره آینده روابط آمریکا و ایران به چه صورته؟ مسئله اصلی اینه که ایالات متحده و ایران از 4 دهه یا 40 سال خصومت گذشتند که خیلی وقتا اوجش بوده، با گاهی یک گشایش های دیپلماتیک بوده، سعی کردن به سوی یک دیگه یک دست تعامل دراز بکنن و بعد یک داستانی مسخره پیش اومده از پرزیدنت کلینتون و خاتمی که دنبال هم بودن در توالت های ساختمون سازمان ملل که گویا در اونجا میخواستم ملاقات بکنم. ولی ایالات متحده و ایران اصولا منافع متضاد بسیار متفاوتی دارن در منطقه و هیچ گونه دیپلماسی تغییر نخواهد داد در این مسئله تا زمانی که اون منافع در وضعیتی باشه، در چنین تضادی قرار داشته باشن، چه در رابطه با سوریه باشه، حمایت از حزب الله در لبنان، یمن، فعالیت‌های برتری طلبانه ایران. تا وقتی این مسائل باقی بمونه، این همه اختلاف برانگیز باشه، هیچ گونه آب شدن یخ سرد بین واشنگتن و تهران رو ملاحظه نخواهید کرد.